مال رسولان باب شش و هفت استیفان پار از فیض و قدرت بود و معجزات و آیات عظیم در میان قوم به ظهور می آورد اما تنی چند از اعضای کنیسه موسوم به کنیسه آزادشارگان که از یهودیان قیروان و اسکندریه و نیز شماری از اهالی کلیکیه و آسیا بودند با او به مجادله برخواستند ولی در برابر حکمت و روی که استیفان با آن سخن میگفت یارای مقاومت نداشتند پس تن این چند را مخفیان برانگیختند تا بگویند ما شنیدیم که استیفان به موسا و خدا سخنان کافر آمیز میگفت آنها مردم و مشایخ و علمای دین را تاریک کردند و با سر استیفان رخ رختی او را گرفتند و به شورا بردند. چند شاهد دروغین آوردند که میگفتند این شخص دمی از سخن گفتند با زر این مکان مقدس و شریعت باز نمی ایستاد زیرا خود شنیدیم که میگفت گفت ایسای ناصری این مکان را ویران خواهد کرد و رزمی را که موسا به ما سپرده است تقدیر خواهد داد در این انگام همه حاضران در شرا به استیفان چشم دوختند و چهره او را همچون چهره فرشتگان دیدند اما استیفان پر از روی خداست با آسمان چشم دخته جلال خدا را دید و ایسا را که با دست راست خدا ایستاده بود پس گفت هم اگنون آسمان را گشوده و پسر انسان را با دست راست خدا ایستاده می بینم. در آن دم گوشهای خود را گرفته نارعی بلند بر کشیدند و همگی با هم به سوی او حمله باردند و او را کشان کشان از شهر بیرون باده سنگسار کردند شایدان جامعه های خود را نزد پاهای جوانی سولاس نام گذاشتند چون استیفان را سنگسار می کردند او دعا کرده گفت ای ایسای خوروند روح ما را بپذیر سپس زانو زدی و به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را به پای ایشان مگذار این را بگفت و بخافت آمین <تص> چند روز پیش یک خبرنامه کریسمس از کلیسای دیگری دریافت کردم که مثل ما ازای ایرانی و افغان زیادی دارد نویسنده از یک شهرونده افغان نوشته بود که در آنجا خاصل تمین گرفته و در زمان روی کار بودن آقای زیحوفا به افغانستان تبعید شده این آز هنوز با این کلیسا در تماس است و شجانه با ایمان مسیحی خود ایستادگی میکند کند حتی امروز که افغانستان تحت سلطه طالبان است گرچه مطمئنن می که اگر طالبان بو ببرد که او یک مسیحی است در جا به پایان میرسد رسد پرلمسیان امسال کریسمس را در افغانستان چه گونه جشن میگیرند در در خیابانهای کابول قطعا درخت کریسمس دیده نمی شود و موسیقی کریسمس هم از خانه و مغازه ها به گوش نمی رسد قطعا هیچ چیز یارواره کریسمس نخواهد بود مطمئنا در میان مسیحیان افغانستان حال و هوای کریسمسی ایجاد نخواهد شد و با این وجود درک مسیحیان افغانستان از کریسمس مطمئنان بیشتر از اکثر مردم آلمان خواهد بود چرا که می دانند ارزش مسیحی بودن در چیست حتی اگر به قیمت جانشان تمام بشود برای قرنها کلیسا در روز دوم تعطیلات کریسمس روز استفان مقدس را جشن می گیرد که اولین فردی بوده که برای عیسی مسیح کاشته می شود رنگ امروز قرمز است نه این برای هماهنگی با رنگ لباس بابا نوئل نیست بلکه قرمز رنگ خون رخته شده استفان و به همراه او بسیاری از کسانی است که به عیسی مسیح شهادت دادند بله این برای کلیسا هم مفید است و هم شفا بخش که در دومین روز تطیلات کریسمس نگاه حوش خود را مطوف به عواقب میلاد نوزادی در آخار در بیت لحم و همچنین به کسانی که به این کودک در آخار اعتراف کرده و او را عبادت میکنند کنند بکند این کار باعث میشود می شود که پس از اتمام حال و هوای رومانتیک کریسمس و کنار گذاشتن کاغذ های کادو به سوی چیزی ضروری سخت داده بشویم به چیزی که از کریسمس باقی مانده کریسمس واقعی درباره سه چیز است که چیزی بیشتر از نمای خارجی آن است کریسمس درباره مسی درباره یک درگیری و درباره حیات جاودانه اگر استفان در آن زمان تنها از عشق و انسانیت صحبت میکرد، اگر تنها چند کلمه دلگام کننده پیدا میکرد که قلب مادام را تحت تصیر خود قرار برهد اعتمالا از سنگسار شدن و مرگش در زیر انبویی از سنگ جلوگیری می اما استفان میدونست دونست چیست <coughs> او به ایسا مسیح شهادت کسی که رای جدید را به سوی خدا هم وار کرد. کسی که تمام تلاشش را برای رفتن مردم به بهشت و انجام کارهای نی کرد با مرگ او بر روی صلیب که تنها راه رسیدن به خدا بود. بله، کریسمس درباره ایسای مسیح است. همانطور که به طور کلی در ایمان مسیحی ما هم صدق می البته که این خیلی واضح به نظر می رسد اما در عمل اینطور نیست این خطر هم وار وجود دارد که حتی کلیساها به جای پرداختن به این موضوع به چیزهای کالی بپردازند که شنیدنشان خوب به نظر رسیده امیدبخش بوده و یا برای روحی دادن عمومی خوب است اما کریسمس تماما و تنها درباره اوست درباره عیسی مسیح درباره خدای انسان شده درباره او که به شکل نوزادی در یک آخار متولد شده تا ما در تاریکی مرگ ابدی نمانیم شما حق ندارید در هیچ مراسم کریسمسی انتظار داشته باشید که از چیزی جز عیسی مسیح موعظه بشود و مسیحیان افغانستان هم برای هیچ چیزی جز او عیسی مسیح خدای انسان شده جان خود را به خطر نمی اندازند اما هر کجا که از عیسی مسیح موعظه شود همیشه درگیری های راه می دهد بله این درگیری ها باید صورت بگیرد چرا که عیسی مسیح اساسا تفکر دینی مردم را زیر سؤال میبرد. و از این رو مدام را علای خود و پیام رسانانش بر انگیزد. در حال آزر در کریسمس سال 2021 دوباره باره صحبت از سول، انسجام، انسجام، عشق و تعمال دوستانه با یک دیگر است. این غلط نیست. اما هرگز نباید فراموش کنیم که پیام این ایسای مسیحی که برای ما در یک آخار در بتلهم هم آرامیده بود، هموار با ترک شدن و پخاشگهری همراه است و با ایس برانگیخته شدن افرادی می شود که می با جدیت تمام شخصی را به قتل برسانند و یا مادامی را بادار بکاشتن کنند. و یا کسانی را که به عیسی مسیح اعتراف میکنند به قتل برسانند استفان در آن زمان به دادگاه عالی یهود بارده شد شده بود او در آنجا دید که موحاکمه ای وجود ندارد و حاکم او از ابتدا قطل ایست اما استفان سعی نمی کند فران از این وضعیت ناراحت کننده خلاص شود او در عوض این مجادله را تحمل می کند او با کم و کاستی از پایام کریسمس موعظه نمی کند بلکه از گناه و بخشایش گناهان می گوید و او می بایست این را تجربه کند که این پیام در نهایت منجر به پایان رسیدن زندگی زمینی او می شود جدید مکرران از محاکمه های ناعادلانهی صحبت می کند که در آنها حکم کسانی که به مسیح اعتراف کرده و شهادت میدهند از همان ابتدا قد است و به همین نو استفان مقدس هم همین امر را در آن زمان تجربه می کند و ما هم امروزه همین را تجربه می کنیم حتی اگر روش های خاموش کردن صدای مسیان نسبت به زمان های گذشته کمی اصلاح شده باشد بله آنچه ما اغلب در جلسات دادگاه پناجویان مسیحی می بینیم تنها نمونه ای بارز است که نشان می دهد امروز مردم کشور ما, ما چگونه در مقابله این امر که عیسی مسیح با آمدنش اساسا عقاید دینی آنها را زیر سؤال میبرد واکنش با نشان میدهد آنها گوشهای خود را گرفتند این چیزی است که در اینجا درباره کسانی که با اس مرگ استفان شده اند نوشته شده آنها گوشهای خود را گرفتند بلی این چیزی است که من بارها زمانی که سعی کردم توجه افرادی مسئول و سیاست مدارا به سانوشته پناندگان مسیحی جلب کنم دیده ام آنها گوش خود را گرفتند مردم اغلب زمانی که میبینند در برابر پیام مسیح تحت سؤال قرار گرفته اند با این نگارش واکنش میدهند. در جایی که کریسمس دیگر فقط با عنوان یک دارایی فرهنگی زیبای آلمانی تلقی نشده بلکه یک کودک در مردم را برای تصمیماتشان به شالش می حالا هوای کریسمس و چهره یک فرهنگ مسیح غالب به سرعت از بین می رود بعد انتها دیگر در چندانی بین طالبان در افغانستان و نمایندگان دولت آلمان نمی بینیم چرا که هر دو هر در توان دارند به کار می گیرند تا مسیان را به مرگ تبعید کنند اما در امال رسولان یک داستان غم انگیز را برای ما تعریف نمی کند بلکه از یک داستان شاد می گوید بله استفان بگونی و شیان با سنگسا کاشته می شود اما در نهایت این انبوی از سنگ نیست که در انتظار اوست بلکه این ایسای مسیح است که با آغوشی گشاده منتظر استفان است بله این دقیقا همان اساس کریسمس ای است این واقعیت که مادام از طریق ایسا مسیح که در بیت لحم برای ما متولد شد حیات جاودان پیدا می کنند هیچ کس جان خودش را برای درخت کریسمس به خطر نمی اندازد اما کسی که عیسی مسیح را در مقابلش می بیند و می داند که در نهایت او را در آغوش میگیرد، به او اعتراف می کند حتی اگر این کار برای او عواقبی داشته باشد حتی اگر در نهایت در این را جان بدهد هم اکنون آسمان را گاشوده می بینم این پیام کریسمس است بله این عرفی است که ما مسیان به سمتش می رویم نه به سوی تاریکی مرگ بلکه به سمت نور نوری که خور ایسای مسیح است چه پیام شگفت انگیزی به خصوص و حتی در این کریسمس کرونایی Amen.